اداره مهنگسازی کمک ها برای افغانستان خواهان شباهت درباره آلوده بودن نهادهای خارجی به فساد شده است. اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری دیروز گفت که خارجیان 80% در فساد اداری در افغانستان دست دارند. در این حال سازمان ملل متحد ترگونه فساد اداری را غیر قابل تحمل می داند. اداره هماهنگی کمک ها برای افغانستان یا اکبر که به نمایندگی از بیشتر از 100 نهاد داخلی و خارجی سخن می گفت، افزود که هر گونه اتهام باید همراه با شواهد و اسناد ارائه شوند. اسناد بکشند. بگویند دقیق بگویند که دینی باش، تنها چیز عام کمک نمی کنند. مشخص بگویند که فلان موسسه در اینی بخش اینقدر چی کرده، در فساد داخل است. در همین حال دفتر سخنگوی نماینده سازمان ملل متحد در کابل در واکنش به گفته های رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری می گوید که اگر کسی اسناد و شواهد درباره فساد در این اداره در دست دارد باید آن را ارائه کند. پروسیجرهایی داریم که ما را به وقایع فساد مطمئن می سازه و البته اگر کسی یا ارگان معلومات دارد راجع به احیانا موجودیت فساد بر ما لطفا اطلاع بدن، ما بسیار خوش میشیم تا اقدامات بسیار جدی که در خود سیستم وجود داره او را تطبیق بکنیم و مانش شویم. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری که دیروز در مجلس سنا سخن میگفت خارجی ها را با فساد اداری در افغانستان متهم نمود اما از نهاد مشخص نام نبرد. در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف در ولایت ننگرهار 12 جنگجوی طالب کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این عملیات دیشب در بلسواری خوگیان این ولایت به منظور پاکسازی منطقه از وجود طالبان برای راه انداخته شده بود، اما شمار از باشندگان این بلسواری ادعا دارند که تمامی کشته شدگان این رویداد غیر نظامیان هستند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بر بنیاد اطلاعات آنان افراد کشته شده طالبانند و مقدار جنگ افزار نیز از آنان به دست آمده است. او می‌افزاید که این افراد در یک خانه گرد هم آمده بودند و بر نیروهای مشترک افغان و خارجی شلیک کرده بودند. عملیاتو که 12 تن وژل شوی دی با وژل شو که در شپگو تنو هویت تثبیت شده او شپگ تن خارجی ادبا پیژندل شوی دی فکر کیگی چی دا با در وزیرستان استوگنوی در دوی سره مهمات و نور سلاوی هم نیول شویدی. اما شماره از باشندگان این منطقه افراد کشته شده را بیگناه می دانند. تقریبا دسی اول از او کسان و شاوخواه که چه مطلب حق بندی رسیدلی دی حدی لسی پنام یو لسا دا داغی یو مدیر دی معوین دی او دویم دی یو دی منگل دی مام هم دی واقع هم پا دی لسا کی وستاز دی دی وجیر خلقم سی راغلی دیم دل تا ویش دی نور چهار چه بالای وطایی که پاس توغنده پا استعمال کرده بمانی وطایی که نو دا کوری پاک والو زو. از سوی دیگر سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این عملیات شماره از باشندگان این منطقه نیز کشته شدند و تاکید می کند که کشته شدگان این منطقه با طالبان در ارتباط بودند. او می افزاید در میان افراد کشته شده افراد مشهور طالبان نیز هستند. حکومت افغانستان صلاحیت عملی ساختن قانون مصالحه ملی و عفو عمومی را ندارد و باید در این قانون تجدید نظر کند. شمار از حقوقدانان با ابراز این مطلب میگویند که شورای ملی و حکومت افغانستان با تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی با این قانون برخورد سیاسی کردند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از نشر این قانون در جریده رسمی ابراز نگرانی میکند و میگوید تا هنگامی که جنایتکاران جنگی زیر بازپرس قرار نگیرند صلح پایدار در کشور تأمین نخواهد شد. تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی از سوی شورای ملی و نشر آن در جریده رسمی واکنش‌های نهادهای ملی و جهانی دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. در حالی که این قانون در جریده رسمی نشر شده است، کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان بازنگری این قانون از سوی شورای ملی و حکومت افغانستان است. این قانون مشکلات خود داره، از جمله با اصل عدالت و حاکمیت قانون در تضاد قرار داره. با تعهدات بین‌المللی افغانستان که در قانون اساسی افغانستان هم تسجیل یافته در مغایرت قرار داره و در عین زمان خواسته های او تعداد از افراد را که متضرر شدن تا سالهای گذشته در این قانون نادیده گرفته شده. برخی از حقوقدانان نشر این قانون را در جریده رسمی بدون امضای رئیس جمهور در تضاد با قانون اساسی، مغایر تعهدات حکومت به موازین حقوق بشر و در تضاد با عملی شدن برنامه عدالت انتقالی که عملی شدن این برنامه از سوی حکومت افغانستان حتمی است می دانند. اگر
قانون در مورد قانون سکوت که اختیار شده مانایش ایست که با این قانون برخورد سیاسی هم پارلمان افغانستان کرده و هم حکومت افغانستان. پیش از این سازمان ملل متحد نیز خواهان لغو این قانون از سوی حکومت شده بود. مشکل اساسی را که به بار خواهد آورد اوی خواهد بود که تعهدات دولت افغانستان به اعتبار می سازد از یک طرف و پروسه عدالت انتقالی را که دولت افغانستان خودش به او متحد می داند صدا به او می رسد. این گفته ها در حال ابراز می شوند که نهادهای دفاع از حقوق بشر برای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات خواهان تطبیق برنامه عدالت انتقالی، دور ساختن جنایتکاران جنگی از دستگاه دولت و به دادگاه کشانیدن این جنایتکاران از سوی حکومت شده اند.